بعد از سیلی گردهمایی جهانی ایران آزاد بر بناگوش خامنه‌ای، مزدورانش دچار هذیان شده و یه خط در میون پرت و پلا میگن. معلومه که هنوز از ضربه سنگین گردهمایی با هزار شخصیت برجسته در 30,000 نقطه جهان که بر فرقشون نواخته شد گیج و آشفتند. منافقین که شما فرمودین سازمان مجاهدین خلق، یه گروه که پیش پا افتاده واقعا مفلسی هست، کاری از پیش نمیبرن. منافقین عملاً یک گروه که مرده است که حداقل تحرکات رو هم نمیتونه داشته باشه. ما سالیان سال الان بیم صحبتی از منافقین نیست. اما وقتی یه ذره پرده ها کنار میره، لرزش دست و پاشون از خطر قیام و مجاهدین قشنگ دیده میشه. نگاه کنین تو جمعه بازاری که حرف و درد اصلی خامنه ای رو داد میزنن چی میگن؟ خلاصه جریان نفاق خطرناشترین جریان. دشمن امروزه جنگ رسانه داره با ما. این شوخی نیست. به شدت دنبال نارضایتی عمومی هستن تا بلکه بتونن یه عده‌ای رو بیارن تو کف خیابان. سپاه پاسداران هم با همه دود و دم و ادعا وحشت زده تو بیانیه‌اش نوشته بازخوانی مجاهدین و بازنگه داشتن پرونده آنان برای آگاهی نسل‌های جوان و جدید ضرورت دارد. حمایت‌های گذشته و فعلی برخی کشورها از این تروریست‌های منفور رو هم فراموش نخواهیم کرد. سخنگوی مجاهدین یادآوری کرد جیغ‌های بنفش وزارت خارجه ولی فقیه پا به گور بازتاب داغ بزرگی است که با قطعنامه اکثریت کنگره آمریکا، با گردهمایی جهانی مقاومت و شرکت هزار شخصیت و با اخراج سفیر از آلبانی و دستگیری و محاکمه دیپلمات تروریست بمب‌گذار در بلژیک بر دل دشمن گذاشته شده است.